بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، حضار عالی القدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز خوشحالم که برای بار سوم، چون فکر میکنم اینمی سوم دفعه که سوم سال که این برنامه بجریان است، در برنامه تجلیل از حفظ صحت دختران جوان با شما صحبت می نمایم. ما همه می فهمیم که حفظ صحت دختران جوان یک موضوع اجتماعی است و بسیار مهم است که در مورد آن حرف بزنیم، خاموش نباشیم. از اینکه مؤسسه یونیسف در قسمت نشر و بخش کتاب‌های تعلیمی در مورد صحت و حفظ صحت دختران جوان اقدام نموده است، از ایشان اظهار سپاس و قدردانی نمایم. رعایت حفظ صحت شخصی و تغذیه مناسب و کافی در دوران بلوغ موارد مهمی هستند که باعث رشد کامل دختران جوان کرده و هم پسران جوان. ای باید آدم ای را هم بگوید که در نمی وقت بلوغ بسیار مهم که متوجه باشیم به اولادای ما و از مشکلات صحی بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نماید. صحتمندی دختران جوان روی ساحات مختلف زندگیشان تأثیر می گذارد. با توجه نمودن به نظافت و حفظ صحت شخصی، آنها بالای بدنشان بیشتر کنترل می داشتند باشند و این امر اعتماد به نفس دختران را افزایش می دهد. دختران جوان به خاطر آرام به تعلیماتشان در مکاتب ادامه می دهند و میزان غیابتشان از مکتب کاهش پیدا می کند. مهمتر از همه، دختران صحتمند و تعلیم یافته امروز مداران صحتمند فردا هستند. از همین رو توجه به صحت و مراقبت دوران بلوغ این دختران پروسه مدارشان را مسون ساخته و از مرگ و میر مداران جوان جلوگیری می نمایند. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ما همه در برابر نسل جوان مسئولیت داریم تا آنها را از تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ که یک امر طبیعی است آگاهی دهیم و در آینده یک نسل سالم و صحتمند داشته باشیم. تأکید بیشتر من روی نقش والدین، معلمین و مادر کلانه های خانواده ها است تا با دختران جوان در مورد بلوغ صحبت نموده و برایشان تفهیم نمایده که در دوران بلوغ یک سلسله تغییرات فیزیولوژیک در بدن شاخ رخ می دهد و این تغییرات کاملا طبیعی بوده و نشانی خوبی از صحتمندی دختران است. همچنان امیدوارم تا مسئولین وزارت محترم معرف و همکارانشان در قسمت فراهم نمودن تسهیلات برای دختران در مکتب که شامل تشنابهای جداگانه، آب و وسایل حفظ صحت می باشد بیشتر توجه نمایند. انوز که بعد از سخن وزیر معرف ما فهمیدیم که اونا بسیار متوجه هستند به نمی موضوع و از توجهشان بسیار تشکری میکنم. من با عنوان مادر یک دختر و مادر کلان یک نوسه دختر بلای جوانان امروز باورمند استم و مطمئن استم که آنها به توجه خاص به حفظ صحه و صحتمندیشان یک آینده سالم و صحتمند را برای ما هدیه می دهند. با امید فردای بهتر برای نسل جوان و من الله التوفیق. با اجازتون مثل
مثل که ذکر شده باشه، ما باید برم، ولی این موضوع برای ما بسیار مهم است و از او خاطر کوشش کردم که بیایم و خودم سخن ما بخوانم. شما موفق باشین. تشکر.